فقط سیمیت پیدا کرد. اشکالی نداره. بهترین شب زندگیمو برام رقم زدی. ممنونم، اینو فراموش نمی کنم. کنارت چیزایی که قراره تجربه کنیم این که چیزی نیست. بهت قول میدم. از دستم عصبانی میشی، ولی دارم به ناز فکر میکنم. واقعا خوبه؟ چرا عصبانی شم؟ منم همین حسو دارم. ولی ببین، ناز نه به من زنگ میزنه، نه به تو و نه به اوزا. شاید حالشون قدری که فکر میکنیم بد نیست. شایدم کیفش کوکه. هر وقت یکم خوشحال میشی سری نازو میاری تو ذهن. چی کار کنم؟ خودم رو مقصر حس میکنم، نگرانم. تو هم همین جوری مته، جوری رفتار میکنی انگار نیستی. اگه نادیدش بگیری بازم نمیشه. نادیده نمیگیرم، ولی ناز برای اولین بار تو عمرش تصمیم میگرفته و میخواد از من جدا بشه. بذار یکم تو حال خودش باشه. نمیخوام مدام درگیر فکرای بد بشم و تو باطلاق بیفتم. حق با توه مته، ولی دیگه موضوع فقط ما نیستیم. فکرم پیش فریز خانم اینا بود، خبری هم ندادن. پشت سرمون یه قیامت به جا گذاشتیم. بذار این صبونه مرکمونو بخوریم، برات سورپرایز دارم. چه سورپرایزی؟ سورپرایز یعنی چی؟ باشه. این نون سیمیته یا گورک؟ به این بحث پایان بدیم. سیمیت بفرمایین. خیلی ممنون. خواهش میکنم. بلگین جون سلام، خوش اومدی. اردم جون ببینم تو چرا اصلا تغییر نمی کنی؟ وای خیلی ممنون، تو هم درست مثل دوران دانشگاه. خب آره دیگه. من باید بیشتر بیام اینجا. کاملا باید موافقم. پشت گوشی بهت گفتم خواهرم تانسو. خیلی خوشبختم. منم همینطور. برای اینکه بین این همه کار واسه ما وقت گذاشتی واقعا متشکرم. من همیشه در خدمتم، بفرمایید. میخواین بگم یه چیزی بیارن یا شما روزه این الان؟ نه نیستی. قهوه؟ ساده؟ ساده. از کجا اینو یادته؟ لطفا سه تا قهوه ساده. شنیدم داری ازدواج میکنی، به تبریک میگم. نامزد بودن که به هم خورد. از هم جدا شدیم؟ نگفتیم یکم دیگه صبر کنیم. خب هر چیز که خدا صلاح بود. ممنونم. خب منم داشتم به این فکر میکردم که با کی برم، واسه همین دور همی فارغ تحصیلی میشه که منو تو بریم؟ نمیدونم، یعنی من برنامه کاریم یکم شلوغه. اگه بخوای اول در مورد تانسو حرف میزنیم، میدونم که تو وقتت خیلی کمه و کارات زیاده. فقط کافیه تانسو بخواد با ما کار کنه دیگه، نیازی به صحبت کردن نیست. ممنونم تانسو. فلیس، من برای حرف زدن نیومدم. میشه اینو امضا کنی؟ این چیه؟ برگه یه طلاقه. میخواستم بدم بحری بیاره، اما برای اینکه به اون راحت تر نمیگی خودم آوردم. ببین ناز زنگ زده، انگار حس کرده و به دلش افتاده دیگه. نه برای اون مظلوم نمایی نکن و به هیچ وجه نگی که اینجایی. فریز من هنوزم خیلی دوستت دارم. الان جواب میدم. باش بابا جون. اسلام. چطوری بابا، چی کار میکنی؟ من خوبم دخترم، تو حالا چطوره؟ با شوهرت رفتی مسافرت؟ مته چطوره؟ چه خبر ها؟ میتم خوبه، خوبه، خوب. تو چی کار کردی با مامان حرف زدی؟ ناز، مثل اینکه ما نمیتونیم این مشکل حل کنیم. حلش میکنیم، ولی تو ناراحت نباش. باشه؟ ناراحت میشم، اونم خیلی زیاد. منم دلم نمیخواد طلاق بگیری. ولی تو به من فکر نکن، مامانم زن سرسختیه، درکت میکنم. خوشحال بودنت با مامانم سخته، در واقع خوشحال بودن تو مهمه. برای همین من پشتتم. باشه، نگران نباش. ناز من بعدن بهت زنگ میزنم، الان سرم شلوغه. باشه، خوبه، میبینمت بابا جو. مامانم زن سرتختیه، فلیس لجبازه. گفتن این برای همه چقدر راحته. واقعا
وقتی با بهریم که درد و دل میکردم. یه جوری مثل این که حق با اونه. من مجبور نیستم بار دنیا رو به تنهایی به دوش بکشم. واقعا مجبور نیستم همه چیز رو تنهایی حل کنم و سر و سامون بدم. اما نمیشه. میبینی که نمیتونم جلوی زبونم رو بگیرم و هیچی نگم. همش دخالت میکنم. بعدش هم ببین، افریت عصبی، پرخوشگر، مشکل درست کن و سرسخت خونواده میشم من. آره ببین، در واقع چقدر راحته که برم و کرممو بزنم، مگه نه؟ ها، برم پیش ناز و بهش بگم پرنسزم، اوپ، بهترین بابای سال بودن همه قد راحت بوده. فلیز، من به ناز رسیدگی نمی کنم. یعنی رسیدگی میکنی عزت؟ واقعا فکر میکنی رسیدگی میکنی؟ بگو آخرین بار برای کدوم مشکل ناز خودتو وسط انداختی، به چشم دخترت نگاه کردی؟ ها بگو، باهاش حرف زدی و حل کردی؟ تو مثل یه آفتاب پرستی، تو هر شرایطی خودتو با محیط هماهنگ میکنی، ولی من اینجوری نیستم. هی داد میزنم تا شنیده بشم، بعد همه میان میگن این زنه همش داد میزنی، ولی برای کسی مهم نیست که این زن چرا و برای چی توسط کی به این روز افتاده. برای هیچ کسی مهم نیست. من منصرف شدم، نمیخوام رابطه ی تو و نازو بهتر کنم. همه چی رو میشینی رو به رو به دخترت میگی. من فلیز، تانسو، اون خاله متا است، چطور اینو بهش بگم؟ آره، شایدم چون نتونستی به خودت اعتراف کنی که تانسو کیه این کارا رو کردی. شاید اگه میگفتی اینجوری نمیشد. برای همینم وقتی ناز از تعطیلات برگشت، میشینی جلوش با اصلم و پرنسسم گفتنات همه چیه براش تعریف میکنی. اگه تو بهش نگی من میگم. حالا میشه لطفا امضاش کنی؟ نه امضاش نمیکنم، باید به حرفم گوش بدی. افلیز، امضاش کن و بفرست برای وکیلم عزت، چون من دیگه به حرفات گوش نمیدم. پلیز. یه چای دیگه هم دم کردم. تو هوای تازه صبحونمونو بخوریم و حال کنیم. هی چای بخوریم. مشکلی که نیست، نه؟ نه، همه چی کاملا رو براهی. چه هوای خوبی. خیلی ممنونیم، بیشتر از این وقتتو نمیگیریم. گوشیتم که همش داره زنگ میخوره. نه گوشی من مهم نیست، فقط یه جلسه مهم دارم و الان تا شام نخوریم نمیذارم برین. تانسو جون مبارک باشه، من اولین کارتو به تبریک میگم. باشه، آبجیتو قانع کن بیاد غذا بخور. داره جدی جدی گوشم میده. جدیم دیگه، چند سال ندیدمت. میشینیم حرف میزنیم، از گذشته ها یاد میکنیم، خوش میگذرونیم. تو هم حال هواده کم عوض میشه، مگه بده؟ باشه، بسپارینش به من. آبجین با من. بفرما، کار تموم کن، به این میگن. خوشم اومد. ببین، حرفمو زمین نه. خب من قول نمیدم، ولی بهت خبر میدم. باشه. خیلی خوب، باش. تا دم در همراهیتون کنم. آبجی، به خدا باورم نمیشه اینکه بابام بخواد همچین کاریو بکنه. باورم نمیشه، یعنی یکم انتظار داشتم ولی نه تا این حد. چه اتفاقی بین تو و بابا افتاد؟ هنوزم نمیخوای چیز بهم بگی؟ آبجی، شاید یه روز گفتم ولی نه امروز. باشه عزیزم، ولی خیلی خوشحال شدم که برای این کار پا در میونی کرد. اردمم خیلی مرد موفقیه. مرد خوبیه. به تو هم دل باختته. نه خیر، فقط دوست صمیمی همین. ببین آبجی، میدونی دیروز که داشتم فکر میکردم متوجه چی شدم؟ ما همگی داریم شبیه آبجی گلتن رفتار میکنیم. خودمونو از سر ناراحتی های متفاوت کردیم و باهاشون درگیریم. یعنی چی؟ به من نگاه کن، اصلا خودتو ببین. سالهاست که منتظری، اما منتظر کی و چی؟ خودت هم میدونی که با عاطف شدنی نیست. بفرما، فکر کنم سه دوتا شنی. امیدوارم اینجام اینو شنیده باشه. این ماشین کجا موند پس؟ یخ زدم. چی کار میکنی؟ دارم جمع میکنه. بذار خودم جمعشون میکنم. می
میخوای بگی من از پسش بر نمیام؟ نه این چه حرفیه، تو یه پرنسسی مثلا، منم دارم از پرنسس پذیرایی میکنم، تو برو قهوه درست کن. باشه، اما به شرط این که کمکم کنی چون من بلد نیستم. باشه کمکت میکنم. کی میخوای بری؟ چیزه، شاید یکم دیگه حرکت کنم، اگه مزاحمت شدم معذرت میخوام. نه من به خاطر اون نگفتم، اگه عجله نداری بریم بگردیم. باشه، نه عجله ندارم. این بلاها چیه سر من میاد؟ آی خدایا خودت به دادم برس. پسرم این چه وضعیه؟ این دختر اینجا چی کار میکنه؟ ببینم نکنه دیوونه شدی. مامان جون آروم باش، آروم باش، چیزی نشده که، آروم فقط باش. فقط دختر فرار نداده بودی که این کارم کردی. مامان جون آروم باش. پسرم به در و همسایه چی بگیم؟ به عفیف خانم اینا چی جواب بدیم؟ ای بابا صبر کن، ندونسته حرف نزن مامان. همش زیر سر توه، مطمئنم. مثل زالو چسبیدی به ما، میخوای پسرم رو بیچاره کنی. تو یه زن متأهلی، خجالت نمیکشی اینجا با یه مرد مجرد میمونی؟ هان معذرت میخوام، واقعا تو واقعا خجالت نمیکشی؟ مامان جون داری چی کار میکنی؟ صبر کن. معلوم هست چی میگی و چی کار میکنی؟ ندونسته چرا داری حرف میزنی؟ تو داری چی کار میکنی؟ این دختر خانم شریکته. مامان آخه چرا داری چرت و پرت میگی؟ چرا چرت میگی؟ پسرم باها چی کار کردن هان؟ جادوت کردن؟ چی کار کردن؟ تو چطور به همچین رسوایی دست دادی؟ کدوم رسوایی مامان؟ چرا چرت و پرت میگی؟ تازه میگی من چرت و پرت میگم هان؟ آره همینطوره، داری چرند میگی. اگه اینجوری رفتار نمیکردی به عنوان یه مهمون میآوردمش خونه. بابا ما هنوز نیومده، اسممون حرف دهن مردم دزجه شده، به خاطر این دختر است. کی تحریکت کرد؟ خجالت نکشیدی اسممون رو انداختی روی زبونا؟ چرا یه زن متأهل آوردی اینجا با یه مرد مجرد؟ الان میخوای به خانواده‌اش چی بگیم پسرم؟ چه جوابی به پدر مادرش بدیم؟ من قرار نیست به هیچ کسی حساب پس بدم، جوابی هم ندارم که بدم، فهمیدی؟ از این به بعد اگه مثل آدم سوال کنن جوابشون رو میدم. مثل آدم؟ آره همینطوره. ببین مامان جون، دختره تو شرایط بدیه، منم دارم بهش کمک میکنم. ببین من آدمی هستم که دختر بیارم تو کلبه، یکم آروم باش، من خودم همه چی رو برات تعریف میکنم. باشه فقط آروم باش و برو خونه. نمیرم، من بدون تو هیچ جایی نمیرم. خواهش میکنم تو رو خدا، ببین من خودم میام همه چی رو برات تعریف میکنم، ولی باید آروم باشی و مثل دفعه قبل سر خود کاری نکنی، بری به مامانش زنگ بزنی و اینا. باشه؟ وگرنه دیگه نمیبخشمت. تو به خاطر این دختر میخوای منو پس بزنی؟ آه مامان جون خواهش میکنم برو، خواهش میکنم زود باش. تعریف کن، الان برام تعریف کن، میخوام بدونم این جریان از چه قراره. بذار ببینم این دختر اینجا چی کار میکنه. ها وای شرمنده به خدا، منم برا درد سر شده. من ازت معذرت میخوام، لطفا مامانمو ببخش. با مامانم حرف زدم درکت کرد و پشیمونه. مامانت درک کرد؟ یعنی قبلنم سرمون اومده دیگه، الان زنگ میزنه به مامانم، اونم میاد تا با تو بجنگی. دیگه اینجوری نمیشه. یعنی چی نمیشه؟ باهاش حرف زدم، بهش تذکر دادم، گفتم منو از دست میدی، این ریسکو نمیکنه. به هر حال من دیگه باید برم، بابت همه چی مامانه. ناز نرو، یه کمی دیگه هم بمون، نگران نباش، همه چی تحت کنترلمه. دارم رانندگی میکنم یکسل خانم. بلدی بیای دهنتو برای من 6 متر باز کنی، ولی نمیتونی جلوی دهن دخترتو بگیری. دخترت تو کلبه سر کوه با پسر من چی کار داره هان؟ شما چقدر پر روی؟ این دیگه چه جورشه؟ نکنه میخواین پسر منو تو درد سر بندازی؟ چه کلبه ای ها؟ چی داری میگی واسه خودت؟ من دست پسرمو گرفتم و آوردمش دزجه، ولی اون دختر تو فوری رو افتاد دنبالش. اینجا یه شهر کوچیکه خانم، جلوی همه آبرومون رفت، افتادیم سر زبون مردم، نمیتونم تحمل کنم. دوزجه دیگه کجا بود؟ دختر من با شوهرش رفته ساپانچه. آره با شوهرش رفته. آره پس بیا بیا خودت با چشمای خودت ببین. آره قد کن قد کن، همش فقط بلدی حرف بزنی، زنی که یه بیریخت. چی شد جایی رو نپسندیدی؟ چرا اما خب یه شب دیگه هم خونه نرفتن و چطور توجیه کنم؟ به مادر بزرگم چی بگم؟ روم نمیشه. جواب بده،
اگه سراغ ناز رو بگیره چی؟ شاید اتفاق مهمی افتاده باشه. جواب بده. بله خاله فلیس. مته ناز کجاست؟ چیزی شده؟ ببین دارم میپرسم که ناز کجاست؟ با هم اومدیم ساپانچا دیگه. مته به من دروغ نگو. اوزان چیزی اومده گفته؟ یعنی اوزانم تو این کار دست داره؟ شما بی خبر از من داری چه غلطی میکنین؟ ناز تو دوزجه پیش قدیر چی کار میکنه بگو؟ ما داشتیم میرفتیم ساپانچا. بعد یه حق قدیر زنگ زد گفت حالا که اومدین یه سر بیاین دوزجه، حتی اینجلم هست، داریم با هم میریم دوزجه، باور کن خلف نیست. خیلی خوب گوشیو بده به ناز. خب اونا با اینجلا رفتن بازار چرا بگردن، خیلی کنجکاو بودن، میخواستن غذاهای محلی بخورن و زود برگردن. همین که اومدن بهتون اطلاع بدم. مته چی شده؟ چرا دارین به هم دروغ میگین؟ گفتم گوشیو بده به ناز. آخه چرا باید بهتون دروغ بگم؟ خیلی خوب من چند لحظه دیگه تصویری زنگ میزنم، من بهتون زنگ میزنم. الان شارژ گوشیم خیلی کمه، فعلا خدافظ. گوشی رو باید بزنم به شارژ. مته شارژ تموم شد؟ فقط همین به ذهنم رسید. میتی چرا اسم من آوردی؟ تماس تصویری یعنی چی؟ ناز دوزجه پیش قدیر چی کار میکنه؟ سوال اصلی منم همینه. جواب بده. ما چی بگیم؟ اگه بگن چرا با همین چی؟ دعا کن قبل فلیز برسیم اونجا. اون داره میره دوزجه؟ به نظرت میره؟ آره میره. یالا مته سریع تر برو، ما قبلش برسیم اونجا. آروم باش آروم باش، ما نصف راه اومدیم، چیزی نموده برسیم. حالا میفهمم چرا حال ناز تغییر کرده. چرا تغییر کرده؟ خب معلومه، به خاطر قدیره دیم. وای مته، اولین چیزی که به ذهنت رسید این بود؟ چیه، حسودیت شد؟ نه چرا حسودیم بشه، اثر حسودی نگفتم. بعدشم تو نازو بهتر میشناسی، الان موضوع چیه؟ ناز الان خیلی تناس. قدیرم دوست خوبیه، برای هم مثل شب و روز میمونن. بعدشم قدیر اجازه همچین چیزی رو نمیده. خوبه، عاشق تو بوداره. چرا چرت و پرت میگی؟ تو داری به ناز حسودی میکنی؟ مته واقعا داری چرت و پرت میگی. من دارم میگم اون دوتا نمیتونن با هم رابطه خاصی داشته باشن. باشه منم دارم همینو میگم، فقط این کارا یعنی چی؟ اونجا چی کار داره؟ هرچند مشکوکم شده بودن، وزنم دیروز گفت صداش می اومد، فکر نمی کردم اینطوری بشه. واقعا مسخره است، جدی میگم. یه بار دیگه هم به ناز زنگ بزن. اوزان کجاست؟ نمیدونیم. اوزان! فیلیز؟ اوزان! چی شده؟ چی شده؟ اوزان کجاست؟ نمیدونم اوزان کجاست. همین اطرافه. متاسفم برای چطور همچین چیزی از من مخفی میکنی؟ چی رو عمه چون؟ خودتو به ندونم کاری نزن اوزان، به هم دروغ نگو. با مته حرف زدم، میدونم که میدونی. چرا دارین پشت سر من پنهون کاری میکنین؟ عداشو ببین، یعنی تو خبر نداری که ناز رفته دوزجه؟ گفتین دوزجه؟ چی؟ نه به خدا، همین الان تازه از شما میشنفم. مته گفت اوزان خبر داشته. پس حتما الکی گفته، کسی به من چیزی نمیگه که. یه لحظه من نفهمیدم، ناز تنهایی رفته دوزجه؟ پسرم مگه تو نگفتی اونا با مته رفتن ساپانجا؟ آره. شما دارین پنهونی یک کارایی میکنین و وقتی من حقیقتو بفهمم حساب همتون رو میرسم. خوبه؟ همینطوری؟ آره آره خیلی خوب داری انجام میدی، ماشاءالله بهت هم میاد. ببینم. آره کرم خاکیه. کرم خاکی، از این ترسیدی؟ نه. بیا ببین، بیا. نه. بیا چیزی نیست که. وایسا ناز، بیا ببینش، چیزی نیست. بیا ببینش. بیا دیگه زود باش. کاری باهات نداره. قدی. خیلی احمقی، به خدا عقل نداری. کاری باهات نداره. ترسیدم. برم بذارمش تو خونش. خب برو تو خونت. اینجیلا زنگ زده. جواب بده. جواب بدم؟ آره. میذارم رو بلنگو. خیلی خوب باشه.
الو قدیر، گوشی رو میدی به ناز؟ به ناز؟ آره میدونم که پیش توه، بلیز خانومم فهمیده، بدش من. بگیر. چیه؟ ناز، مامانت به مته زنگ زد، مته پیچوندش، گفت ما دوزجه ایم، اما گفت منم پیشتونم، الانم با هم داریم میاییم اونجا، آدرسو میدی؟ قبل از مامانت ما باید برسیم. باشه باشه، آدرسو میفرستم. اوف، از دست تو مامان، بذار آدرسو بفرستم. آره ناز، واقعا معذرت میخوام. من باید ازت معذرت بخوام، الان مامانم میاد برا دردسر میشه. نه اونجوری فکر نکن، خودتو اذیت نکن، بی خیال. یکم پیش تو دل خودم هم افتاد، با خودم گفتم آخرین بار کی تا این حد آرامش داشتم، اما اینم برای من خیلی زیاده. مامان کاش ما هم میومدیم، میگم یه وقت با هم دعواتون نشه. آره مامان، اقلا یکی از ما باهاتون بیاییم، بابام چندان نرمال نیست. نمیشه، میخوام تنهایی خداحافظی کنم. بفرمایین خانم، شما میتونین برین تو. قدرت اینا رو میبینید، دو سوت وقت ملاقات گرفتن. بفرمایین. عثمان ممنونم که طلاقو قبول کردی، اومدم که رو در رو ازت حلالیت بگیرم و خداحافظی کنم. از خونه این معشوقه قبلیت اومدی؟ من به خاطر انجیلا اونجام، نه عاطف. تازه با احترام تو خونم ازش پذیرایی کردم. متاسفم. نیستی، اگه متاسف بودی این چیزا رو به من روان نمیدیدی. اگه بعد از آزادی باز دنبال انتقام بودی، بیا منو بکش عثمان. ترسی دیگه معشوقت قربانی این عشق بشه ها؟ عثمان اینقدر معشوقه معشوقه نکن، عاطف خیلی وقت برای من تموم شده. تنها قصه که اینجا تموم شده همونیه که تو سالها در گوشم خوندیش. بی خودی اومدی، من دیگه تو رو نمی بخشمت زنی که من حقمو حلالت میکنم. نترس، دیگه به خاطر شما خودمو به این روز نمیندازم. تا این مدتی که تو زندان بودم فهمیدم که نمیارزید. معذرت میخوام. اگه حقی به گردنت دارم حلالم کن، منم خیلی دلشکستگی ها داشتم عثمان، ولی به خاطر پدری که در حق پسرم کردی تا وقتی که زندم منت داره تو. حتی نیومد دنبالم. چقدر من احمقم، اصلا نیومد. خونه رو ترک کردم اما یه ذرم به خودش نگرفت. خب بیا زنتو ببر. آره حتما باید با جوش کن برمیگشتم خونه. آره دیگه، تو برو عفیفه رو تسلی خاطر بده. وای واقعا که
چیه جوش کن؟ از رئیست بپرس ببین آیا میخواد من با تو ازدواج کنم؟ بهرونیزا، من هنوز خیلی جوانم، خیال مردنم ندارم، با اجازتون. آخه من گلو میخوام چی کار؟ جوش کن، به اون رئیست بگو این گلا رو بگیره و زیا؟ میشه بیام تو؟ نیزا؟ تو و گل؟ این چه کاری که میکنی نیزا؟ چی کار میکنی؟ خوبم زیا، تو چی کار میکنی؟ خوبی؟ ایشالا که کارا خوب پیش میرن. نیزا؟ چه نیزایی؟ نیزای چی؟ نیزا نیزا، من تو اون خونه عینه یه ماده‌ایم که هیچکی نمیخوادش. جایی که اگه آتیش بگیره اول نیزا رو میسوزونن. استرس دارین، اول نیزا رو باید آب پس کنن. یه نقه کوچیکم نمیتونم بزنم چون من هیچ حقی ندارم. منم یه آدمی زادم. خب بارها با هم حرف زدیم، گفتم منو مثل دخترای خودت نبین. تمش سرزنشم میکنی، سرزنشم میکنی. نیزا حق داری، من معذرت میخوام. چی گفتی؟ کنسیا، اگه دلتو شکستم منو ببخش. خونه بدون تو خیلی خالی، شبم بدون تو صبح نمیشه. بیا بریم، برگردیم خونم. جدی میگی؟ متوجه نبودنم شدی؟ این چه حرفیه؟ تو نشاط خونه منی، جوجه بلبلی همش ور ور ور. یعنی منظورم نه که تو مثل بلبل همیشه صدات خوشایند. زیبایی تو دلیل زندگیمه. تو هم دیگه ناراحت نشو. قول میدم که باهات خوب رفتار کنم. باشه؟ قول میدی؟ بله. خیلی زود تسلیم شدم زیا. بیا دیگه. جواب بده اون گوشی رو، جواب بده ناز. آرومم دیگه، آرومم. ای بابا، خوش اومدین. تو که گفتی میری ساپانچا؟ داشتم میرفتم ساپانچا. میگی دروغمون تابلو نشه، بعد از دوزجه سر در میاری. اومدم دیگه میته، منظورت چیه حالا؟ چی میخوای؟ من منظوری ندارم میته. صبر کن نوبت تو هم میرسه. مستقیم با من حرف بزن، با من دعوا کن، اون که مشکلی نداره. با تو هم حرف میزنم. میته گوش کن دیگه، اون داشت به من کمک میکرد. چی میگی؟ خب من که چیزی نگفتم، دارم از شرایطم حرف میزنم و نمیفهمم تو داری چی کار میکنی. میته خیلی خوب، خیلی خوب، آروم باشین. تو با قدیر اینجا بمونین، من و ناز باید حرف بزنیم. بیا. چرا دستمو میکشی؟ باشه حرف میزنی. خیلی خوب، بگو چی شده؟ داری چی کار میکنی؟ چی کار میکنم؟ با دوستم اومدم اینجا. مگه همتون تنهام نذاشتی؟ اون دوست تو نیست. چرا نیست؟ نیست نمیتونه باشه. چرا نمیتونه باشه؟ نمیتونه ناز، اون نمیتونه دوست تو باشه. جفتمون اینو میدونیم. ناز، اگه من نبودم تو نمیذاشتی اون بهت نزدیکم بشه. دروغ میگم؟ باهاش این کارو نکن. مگه من چی کارش میکنم؟
بگو دیگه چی کارش میکنم؟ چون فکر میکنی اون مال منه، میخوای به دستش بیاری. همونطوری که خونه و اتاقو به من ندادی، نمیخوای قدیرم به من بدی. حالا دیگه با انجیلا میای اینجا؟ آره، تازه از نازم حساب میگیری؟ قدیر، مگه من مسئله انجیلا رو بهت نگفتم؟ این آدم اومدم بهت گفتم، اما تو از اینجا منو هدف میگیری؟ نه، فقط دارم یادآوری میکنم. من حافظم سر جاشه، مجبور شدم به خاله فلیز دروغ بگم، گفتم انجیلا پیشمونه، مجبور شدم تا اینجا بیارمش. ناز میاد و تو حتی خبرم نمیدی، حداقل یه پیام بهم میدی. ناز نخواست، اما تو چرا تنهاش گذاشتی؟ حتی منم میدونم که نمیتونه تنها بمونه. تو داری حساب زنمو از من پس میگیری؟ زن قبلیت. خیر باشه قدیر، مثل گرگ گرسنه کمین کرده بودی. این رفتار برازنده ای رفاقتمونه. چی شد؟ تو که مدام دم از جوون مردی میزدی. برای یه بارم که شده باید به حرفام گوش بدی فلیس خانم، هر جوری که شده. تو از که تا حالا اینقدر لوس شدی؟ تو فکر کردی کی هستی؟ من میشناسمت، خیلی خوبم میشناسمت. با عصبانیت دست پیش نگیر، قدیر یه آدمه صاف و ساده است. چرا این کارو میکنی؟ اینجوری باهاش بازی نکن ناز، نمیتونی. تو داری به هم حسودی میکنی؟ چی شد اینجلا؟ حالا اون برات عزیز شد؟ مزخرف، بازم داری مزخرف میگی. من چون به فکرشم اینجوری میگم، این کارو باهاش نکن. ببین اینجوری کار به جاهای بدی کشیده میشه، برای قدیر سوی تفاهم پیش میاد. اون وقت میخوای چی کار کنی هان؟ چیه مامان؟ چیه؟ حتما کار دارم که جواب نمیدم. یعنی چیه که کار داری؟ مشغول چی هستی که هرچی زنگ میزنم جواب نمیدی؟ تو کجایی؟ داری چه غلطی میکنی؟ همه با هم اومدی. به من دروغ نگو. به هم دروغ نگو. میته چرا باید تو رو اونجا ببره؟ این جیلا اونجا چه غلطی میکنه؟ ببین منو، فوری به هم بگو چی دارین از من پنهون میکنین؟ چی رو؟ اون زنه به من زنگ میزنه و میگه بیا دختر تو از اونجا جمع کن. کی میگه؟ ناز کجاست؟ تو یه زن متأهلی، خجالت نمیکشی که این حرفا رو بهت میزنن؟ نیستم. چی نیستی؟ متأهل نیستم و طلاق گرفتم. چی؟ به خاطر اون پسری زغارت؟ میته اومده و مچه تو گرفت. چی شده ناز بگو؟ چی داری میگی تو؟ دیگه نبودم بیا قدیر بگی زغارت. اون هم لاته، هم کله خر، فهمیدی چی گفتم؟ زود برگرد بیا خونه، بعدن حساب تو میرسم. دیگه هم اسم اون پسری آشخاله نمیاری. متاسفم مامان، فکر کنم من قدیر رو دوست دارم. سلام خاله فلیز، حالا چطوره؟ مته چطور اینقدر ریلکسی؟ من واقعا نمیفهمم. میشه هرچه زودتر بیاین اینجا؟ چطور مگه چی شده؟ مامان میاییم دیگه، گفتم که میاییم فعلا. چی شده؟ چی گفتی زن دیوونه شده؟ شما چیزی نشنیدی؟ چی باید میشنیدی؟ من واقعا نمیفهمم. مته واقعا خیلی ریلکس بود. متی قطعا نشنیده. پس در اون صورت ناز رو گفته که طلاق گرفته؟ نه؟ من خیلی گیج شدم فلیس. چرا نفهمیدی ها؟ چرا گیج شدی؟ دخترت بهت میگه من یه مردی دیگر رو دوست دارم، اون وقت تو هنوز درگیر متی و طلاق گرفتنشون هستی. آره واقعا که تو اصلا متوجه نیستی چه اتفاقی داره میفته. واقعا که نبایدم بفهمی. خب تو برای چی اومدی؟ من
برگ طلاق رو برات آوردم، اما من اینو امضا نمی‌کنم. یعنی مخصوصا تو این وضعیت که اصلا نمیخوام امضاش کنم. موقعیت نازو با موقعیت خودمون قاطی نکن و بهونه نیار ازت. فهمیدی؟ دختر بگو دیگه چی شده؟ گفتم تو ماشین حرف میزنیم دیگه. چرا باید تو ماشین حرف بزنیم؟ خب بگو بذار راحت شی. چیزی نشده بابا، چیزی نشده. من هنوز وسایلامو جمع نکردم. امان از دست تو دختر. انجلا، ما رو یکم تنها میذاری؟ البته. البته. تو هم یه چیزیت هست. شما چی رو دارین قایم میکنین؟ بذار ناز بیاد، خودش بهت میگه. بگو دیگه دختر چی رو قایم میکنین؟ بگو. من نگم بهتره میته. بگو دیگه انجلا. ببخشید برا درد سر درست کردم. مزخرف نگو، اصلا مهم نیست. ولی ممنونم چون خیلی وقت بود انقدر بارامش نخوابیده بودم. داری جدی میگی؟ خوشحال شدم اگه تونسته باشم به تارامش بدم. تونسته باشی؟ ببین این همه دردسر عین بهشت بود. چقدر خوب. من میخوام بدرقتون کنم. ناز، نگران ماشین نباش، من میدم یکی از دوستان بیاره. راستش ماشینا اصلا یادم نبود. چیزه، حتما حکمت بخاری و شابلوته، مگه نه؟ چطور گفتی طلاق گرفتیم؟ ها؟ ناز؟ بریم. تو چطور تونستی بگی جدا شدیم؟ با تو هم میگم چطور تونستی بگی جدا شدی؟ داداش آروم باش. یه دقیقه تو دخالت نکن داداش. ای بابا، اگه میخواستی بگی چرا بی خودی منو تا اینجا کشوندی ها؟ خیلی تحت فشارم گذاشت. چی تحت فشارت گذاشت؟ تو اصلا به هیچی فکر نمیکنی. نه به قبلش فکر میکنی و نه به بعدش فکر میکنی. مت آروم باش داداش، آروم باش. بابا چطوری آروم باشم؟ حالا من شدم آدم دغلباز؟ من مسئولیت همه چی رو گردن میگیرم، خوبه؟ مسئولیت چی رو میخوای گردن بگیری؟ اگه اینطوره مگه من اولش نگفتم بگیم؟ تو گفتی نصب کنی. بسیار خوب میته، بعدن در موردش حرف میزنیم. بیا ما بریم تو ماشین، میخوای تو به خاله برگینت زنگ بزن خبر داشته باشی. چطوری اینقدر ریلکسی؟ چطوری؟ یالا ناز بیا بریم تو ماشین. رئی سنایی، اگه تنها نیستی برو یه گوشه، حرف خصوصی داره. خیر باشه میت، تنهام عزیزم، تنهام تو ماشینم بگو. مجبورم یه هایی بهت بگم. عذر میخوام، من میخواستم درست حسابی بهت بگم اما فرصت نشد. چی شده پسرم؟ داری منو میترسونی؟ راستش منو ناز از هم جدا شد. چی؟ تو چی داری میگی؟ حتما داری شوخی میکنی. جزئیاتشو بعدن میگم. ناز رفته به مامانش گفته حالا درد سر شده، یه جوری اوضاع رو مدیریت کن. مته پسرم، من چطوری این اوضاع رو مدیریت کنم؟ آخه چه میدونم رئیس، من خودم الان عقلم کار نمیکنه. گفتم مطلع باشی فقط هم. مته، تو چطوری میتونی همچین چیزی رو از ما قایم کنی ها؟ من واقعا نمیفهمم اینا کی جدا شدن. دیوونه میشم، تازه رفته شاهدم شده. آخه تو چطور تونستی شاهد طلاق بشی پسرم؟ ها با تو هم. چرا حداقل خبر ندادی پسرم؟ دوز هیچ گناهی نداره، من کاری نیستم که. مگه شما میتونین نازو مجبور به کاری بکنین ها؟ هر غلطی رو اونا بکنن بعد کاسه کوزه سر من بشکنه؟ برین بشینین باهاش حرف بزنین دیگه. به من چرا میگی؟ خیلی خوب، تو زنگ میزنی به باباتی یا من زنگ بزنم؟ نه نه نه، تو زنگ نزن، من زنگ میزنم. شما چتونه باز؟ عزت؟ باشه آبجی، پس ما آماده میشیم میاییم الان. بچه ها ببینین که کی را آوردم براتون. معلومه هم ببینین. بفرمایید. این چه قیافه هاییه؟ خوشحال نشدین از اومدنم؟ نه خیلی هم خوشحال شدیم. چی شده؟ جلسات بد بود؟ نه بابا خوب بود. بچه را قیافت اینجوریه؟
اخم کردی؟ چیزی نشده، به توافق رسیدیم. آخیش، بالاخره خبر خوب، پس کارا داره خوب پیش میره. مبارک باشه. ممنون، تو هم خوش اومدی. ممنونم. بابا، چند دقیقه پیش آبجی زنگ زد. ما، یعنی شما باید بریم خونه آقا عاطف اینا. آبجی هم الان داره میره اونجا. چرا؟ مته داره جدا میشه، یعنی جدا شده. مته، کنارت ننشستم که به هم گیر ندی. حالا داری از تو آینه نگاه میکنی. خب جلو تو نگاه کن. باشه، آره بهشون گفتم. دختر ساکت شو، حداقل اینطوری نکن. ساکت شو دیگه. آخه چرا یه جوری حرف میزنی که انگار حق با توه؟ ولی خیلی داری بزرگش میکنی. من بزرگش میکنم؟ به خود الان ماشینو میکوبم تو دیوار. خیلی خوب، آروم باش، تو فکر کنیم ببینیم چی باید بگیم. خیلی خوب. ناز، مگه تو گذاشتی جای فکر کردن بمونه؟ مگه جای فکر کردن گذاشتی؟ همه چی رو گفتی دیگه، ریدی. حالا ما داریم میریم جمعش کنیم. همین. دهنم خوش شد، انقدر سعی کردم با تو منطقی حرف بزنم. حسیب دهن تو ببن. اینجلا یه نگاهی بکن ببین اونجا آب هست یا نه. ممنونه. من چرا از هیچی خبر ندارم؟ چرا ممتازی چی نگفت؟ من بهش زنگ میزنم، ازش میپرسم. عزت و فیلیس چی شدن نمیدونی؟ اونا مشکلای خودشونو حل کنن، ما هم مشکلای خودمونو. مگه نه؟ تو بمون خونه. یه موقع دیدی مته اومد، یکی اون بالاخره باید خونه باشیم دیگه. باشه بابا. خب ما بریم. منم میام. پسرمو تیکه پاره میکنن اونجا. دمت گرم گلتن، به تو میگن مادر. بیا بریم. باشه، بریم. آخه من به چی گفتم؟ من چه تذکری بهت دادم؟ چه تذکری؟ منم به تو تذکر دادم، ولی گوش کردی؟ بی خودی همه جا رو به هم ریختی، دختره رو تو دردسر انداختی. دختره اومده بود اینجا یه کم استراحت کنه. نه بابا، جای دیگه ای برای استراحت پیدا نتونست. من از تو مراقبت کردم. مراقبت کردن؟ اینه به این میگن مراقبت کردن؟ فکر کردی با دختره ریختم رو هم؟ رفتی به خانواده‌اش خبر دادی؟ رفتی شوهرشو فرستادی سراغم؟ اینا خانواده‌های بزرگی هستن مامان، اگه لازم باشه میتونن خطرناک باشن. اگه پس فردا سر منم زیر آب کنن؟ خدا نکنه. من فقط می‌خواستم از تو مراقبت کنم پسرم. آره، واسه اینکه از من مراقبت کنی این کارو کردی. تو فقط به خاطر زای کردن اون زن منو به خطر انداختی. این چه طرز حرف زدن با مادرته؟ هان، تو همه چیز منی. من راضی نیستم حتی یه مو از سرت کم بشه. تو جون منی پسرم، یکی یه دونه منی، ذوق زندگی منی، تو امید زندگی منی. من از تو مراقبت کردم. مگه من واسه تو زندگی نکردم مامان؟ مگه من هر کاری که گفتی نکردم؟ یعنی اینا واسه تو کافی نبود؟ باید با دختری که تو میخوای ازدواج کنم و بیخ گوشت باشم و همینجا دفنشم؟ تو اصلا به این که من کجا و چطوری خوشحال میشم اهمیت نداری؟ اصلا حرف منو نشنیدی مامان. خوشحالی تو نازه، یه دختر متأهل. یکم حرف منو گوش کن مامان، خواهش میکنم. یکم صدای منو بشنو، خواهش میکنم. من دارم میرم. قدیر کجا داری میری؟ گندی که زدی رو جمع میکنم. قدیر وایستا. قدیر، خدایا خودت کمکش کن.